با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. خیلی ساله، خیلی از دوستان میگن که فلانی زمین بری، زمان بری، بالا بری، پایین بری، تو علم غیب داری. دارم، اعتراف میکنم دارم، خب به شما هم یاد بدم. علم غیب داشتن خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است، فقط یک مقدار دقت میخواد، یک مقدار کنکاش میخواد، یه مقدار عمیق شده تو مسائل میخواد. اگر من چی سختی نیست این مقیب داشتن خدمت شما هستم که من حدود 24-5 سال قبل بود، آقای خود بالا پای یادم نیست، داشتیم با شیخ شارجه تو شارجه میرفتیم، خیابون اصلی داشتن یه پل میزدن، پل هوایی میزدن. گفتم آقا شیخ، گفتن این پل جهت اشتباه است. و من گفتش که آقای محمدی، ما این شما ایرانی نیستیم که اول کار کنیم بعد فکر کنیم. ما ده ها بار فکر کردیم. گفتم صد بار فکر کرده باشی این پل جهتش اشتباه است. از یه قضیه گذشت، 17 سال گذشت. داشت باز با اتفاقا با هم ماشین اون رو 20ش که پلاکش 20 داشت باز با هم تقریبی رفتیم. نفیه پلاک ماشه عوض شده، ولی پلاک هم پلاک 20ه. دیدم دارن پلا جمع میکنند. گفت آره پلا جمع میکنند، آره جرف اشتباه بود. گفتم به گفتم نگفتم. گفت تو از کجا میدونیست؟ من گفتم به تو. گفتم علم غیب داره. گفتم علم غیب نمیخواد. پل هوایی نباید در جهت بستن خیلی اصلی باشه. من جهت اشتباه بست. الان اینجا چند تا پل زدم پل اشتباه است. این علم غیب نمیخواد. یه خود دقت میخواد. یه خود جلوتر دیدن میخواد. ببخشید زبانم خیلی اذیت میکنه. خدمت شما هستم که آدم ها وقتی که نون سالم نخورن، درآمد سالم نداشته باشن، خدمت شما هستم که به قول امروزی نون حلال نباشد، پول دزدی باشد، پول رانت باشد، پول خیانت باشد، تو شکمت برود، خوبیش هم همونه، شک داری نیست. این علم غیب میخواد. من وقتی که گروه ایکس و ایگرک تشکیل شد، من جلوش پرشکم، گفتم آقای عزیز، من زمانی حرف شما رو گوش میکنم، حتی عددی هم نیستم، اطلاعی شما رو پخش میکنم، عددی نیستم، بدونم منبع درآمد شما کجاست. کی بهش کی شما رو ساپورت میکنه، در قبال ساپورت شما چی میخواد. من این ندام نمی کنم. آقا شاهزاده گفتن، آقا فلان گفتن، به شاهزاده پخش کرده. گفتم شاهزاده خورشیده، برو همه میتونم هیچ فرق براش نمی کنه. ولی من خورشید نیستم، من در قبال کاری که میکنم خودم مسئول میدونم، حتی از به از یک اپسیلون باشه. من وقتی که مثلا همین آقای حمید فرخ‌نژاد میاد حرفا رو میزنه و بچه میذاره میره، این خودشو بکشه، زمین بره، زمان بره، وجودش تماما نجاست و کثافت است. پول رانت گرفته، پول دزدی گرفته، پول فلان گرفته و مصاحبهش هم هست که گفت من پسرم 80 میلیون به فلان پسرم، باید پسر من سنش بچرخه تو آمریکا. وقت تو میگه حالا میشه مدافع مردم خامنه میپری، یه هم فیلمته. اینا از اون هموزادیته، اونم از اون جنس خرابته، از اون جنس بی‌صفت و ناشکر و ناسپاسته. فقط کاری که خود سر مردم روزه گرم کردی، ولی مردم دیگه تو باورت نمی کنه. نه که تو امثال تو خیلی هستن. پس شناخت امثال حمید فرخ‌نژاد ها ساده است. برای پول همه کاری کردی، حالا که میدونی حکومت داره ساقط میشه، میخوان خود به یک زمین طرفی بیای نیای، جایگاه و پایگاه نداری. چرا؟ چون وجودت فاسده، فکرت فاسده، فکرت مریضه، فکرت کثیفه. تمام شد. تو را خود جیر و جیر کن. به خامنه اینجوری گفتم، اونجوری گفتم، بعد گفتم آقا تو یه توهین نکردی، حالا توهین هم کرد. سابقه تو چیکار میکنی؟ سابقه کار چیکار میکنی؟ همه اینا بازی هست. برای اینه که مردم حالیشون خوب هم هست. یا مثلا آقای حامد خان، میگم آقای حامد خان شما بهم بگو این درآمد هست کجا داری؟ دندوپزشک توی کانادا زیاده. فرست کلاس جلسه اینه برایش حسود نیستم ها. ولی بیا شفاف کن. حالا بعد دوستاش میگن آقا این همه پولی که جمع کرد برای جریان هواپیما همه رو کشید بالا. خب تا
تو داری پول خون دیگرانی بربر میکنی، بعد فشار آورده مبلغش از دید گرفتن خیلی باشه مجاز. وقت تو مال چی هستی؟ تو فکر باید به جای میرسی؟ اخو مسئله جا چی گوهیه که تو دوما رو افتادی؟ همین میده شما وجودتون همشون ناقصه. پس من علم غیب نمیخواد بگم این به جای نمیرسه، این اینجوری میشه. این علم غیب واضحه، غیب نیست. کسایی که کار سازندگی نمیتونن بکنن، آبادی نمیتونن بکنن، کار مثبت انجام بدن، برای مطرح کردن خودشون خراب میکنن، خرابکاری میکنن، تخریب کردن، خراب کردن، ضایع کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، افترا بستن. توی کرمان آقای یک سال در میران نوشته یکی من کرمان بودم، بعد یه آقای بود پیشم، خیلی با سوادی بود، خوشم اومد ازش. بعد این پیرمردی که شما کار من انجام میداد، آقای آدم بدیه، هانری کولبر بکنم، آدم هم بدیه. گفتم آقا چرا بدیه؟ آدم نیست با سوادی. گفت نه آقا ولش کن، کثیفه. گفتم آقا چی کار کرده؟ با من این کار کرده، با خواهر من این کار کرده. این حسادت میاد خودش و خواهرش چیز میکنه که این آدم هم چه آدمی هست. هست متاسفانه. این خودش اینجور نشون میده. توجه کردید؟ اگه سرش رو بودم بودوی خودتون ببخشید. پس وقتی کسی نمیتونه کار سازندگی بکنه، کار درست انجام بده، میاد چیکار میکنه؟ میاد شروع میکنه به تخریب، که با تخریب خودش مطرح بکنه. کی از تونسته تخریب از خاکستر خونه کسی خونه خودش آباد کنه؟ برای تخریب شاهنشاه چه کارا که نکردن، چه حرفا که نزدن، چه جنایتی که نکردن. حالا خودشون کجا؟ شاهنشاه موقعیتش کجاست؟ عزت یه شاهنشاه داره، خاندان پرویزه هیچ کس در دنیا نداره. الان این عزت مهمه، آبرو مهمه، شرف مهمه. چه برای شما اصلا نمیدون چی هست. یه نفر رفته تو چای زمزم ادرار میکرد، گفت چی کاره؟ گفت آقا شهرت پیدا میکنم، شهرت پیدا میکنم. بخشه حالا خوب نیست که تیکه بدم که میگم. مثلا من زمانی که فهمیدم که آب که جا به جا بشه، آب خوردن جا به جا بشه و بعد بطری بسته‌بندی، امراض زیاد میشه. رفتم تحقیق کردم، اینجا رسیم دیدم آره، آب باید با هوا هارمونی باشد، که چون آب بارون میاد از اینجا بیره پایین میره توی چاه، چون آبی که چشمه میره آب معدنی نیست، تو معدن در آب معدنی نیست. بعد اختلاف ها شد، مثلا برفرض در استان کرمان باید این املاح تو آب باشه، این املاح بیشتر هوا و از زمین همه جا بگیره. خب من آمدم رفتم خیلی تلاش کردم، 6 سال تلاش کردم تا ثابت کنم آقا بیایم آب رو به هر جا بسازیم. آب فرامدنی رو اولین بار در دنیا من مطرح کردم. 6 سال زحمت بود، اما می‌دونستم کار درستی اگه به سرانجام نرسه بعدش تو بعدش ادامه خواهم داد که آب به هر منطقه ساخته بشود، امراض کم بشود، درصد مردم کمتر بشه، مردم راحتی داشته باشند، جسم راحت باشه، جسم مرکب روحه. یه دو رفتم رشت، من صنایع رشت قرار داشتم، بعد قرار بدیم کارخان چینی رو ببینیم. سهرا که می رفتیم مدیر کل صنایع با ما بعد اینجا کارخان چوبوری هست، من کار اینجا داریم اینا چند دقیقه بودم اشکال نداره. رفت تو کارخان چوبوری و نشسته ایسا دید تق 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 صدا کرد، بودو 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 دستگاه خاموش کن. کدام بخش داره بعدم کنشکا و یستیم سه چی بود؟ گویی چی ما عره که چوبار می بره، عره رو می بره، بین 6 بار تا 8 بار عره میشکنه. گفتم چقدر زمان میبره شما عوضش کنید؟ گفتن مثلا 2 ساعت، بس دیگه به کجا خورده باشه به بود. گفتم زایات چی؟ گفت هیچ، 2 میلیمتر چوب خراب میکنه. بعد گفتم چطور میشه 6 بار تا 8 بار میشه؟ گفت بخاطر جنس چوب هست، جنس چوب هست ضعیفتر 8 بار میبره، بعد جنسش قویه 6 بار 7 بار میبره. گفتم چرا سر 6 بار عوض نمی کنید شما؟ نه زایات داشته باشید، نه گفتم عوض کردن چقدر داره؟ 15 دقیقه. گفتم خب همون 6 بار که تموم شد عره عوض کنید. خب فکر کردن اینها، های آمدن توجیه کرد. گفتم من نمیدم اجازه شما من توجیه بخواد بکنم، من خود توجیه بکنم. بعد چند بودم آره فکر خیلی خوب بکنم. مرد مومن این ساده است، چون بخواه حد اکسس رو در بکنی حد اکسس ضرر رو میکنی. یه خود فکر میخواد، این علم قید داره؟ نه خب علم قید داره واقعا، یه ذره فکر میخواد.
آدمایی که ناتوانند ناتوانی رو توصیف میکنند، رواج میدند. هر کسی در هر مقامی، در هر لباسی، در هر جنسیتی، در هر جای دنیا آمد به شما استرس وارد کنه، این بخواد نخواد آدم ضعیف و بدبختی، ترس ایجاد کنه آدم بدبختی. انسان آمده برای که ترس رو بشکنه، بره جلو بره، آمده کاری میکنه که مثبت اندیش باشه، کاری میکنه که مفید واقع بشه، ولی میاد استرس وارد میکنه، ترس ایجاد میکنه که خودشو مطرح میکنه، تو مطرح نمیشی. این که بارها ما گفتیم اینجا هر کسی که ملت ایران رو بترسونه، بلرزونه، آخ آخ اینجوری تجزیه میشه، این آدم بدبخت‌ترین سر کره زمینه، چون خودش هیچی قبول نداره، یا مزدور کسی دیگه است، در چه باسن اینون هست، و یا اینکه واقعا ذاتاً مریضه. اینو تردش که باشه برسه تو جایی بره که نگرش داره اونجا تو جامعه نباشه، مضر واسه جامعه الان شروع شده بوده، برای همین مثلا اهمیت نمی نداره، چون مثلا یه آدم مریض به هیچ جا نخواهد رسید. آدم آقا نمیدونه یک جلسه سری جلسه چه هم کسی کسی که سفت ها بری دی میری خواهد کنم برسه تو. شما انسان انسان نیستید، شرف نداری، هیچی نداری، وقتی شرف نداری هیچی نداری، هیچی هیچ پوک. من زمانی که کلاسام شروع شد در آموزشگاه آزاد شرایط سنگینی بود. من روز اول به بچه ها میگفتم اگر کسی نتواند در طول این چند ماهی که میاد سر کلاس شهریهش رو در بیاره، به درد لای جرز میخوره. این اعتماد نفس دادم بهش بادم همینطور باشه تو باید وقت پول خرج کنی بری، نه، باید 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 یاد بگیری، تلاش بکنی که شهریت رو لغت در بیاری. من 3000 شاگرد دادم بیرون از آموزشگاه هم کجای کار کردم، یک نفر نتونست، یک نفر، بقیه همه در آوردن، نه که فقط شهریهشون، خیلی بیشتر دفعه در آوردن. خب اعتماد هست بشه جامعه رو سالم میکنی، کار به جامعه میکنی، کار خدمات ترویج میدی، امیدواری میدی، دیگران نگاه میکنم میگم اوه شد، پس من هم میتونم، پس من هم میتونم. اگه الان مردم اینا بینجا رسیدن که میتونم، به اینجا رسیدن که میتونم و میدونم و میتونم، تمام اون آیه اصلا رفت به کارش. یکی از این مزدوره که آیه اصلا میخوند خود زن بود، آدم بدبختی بود، من نزدیک میشناختمش. 10 تا خبر میخوای آزه الان خبر راهی بگه در عمان سپاه پاسخ بود جمع کاسه کوزت مرتی که اگه هستم نگو که چی؟ که چی؟ بدبختی میزنه تو کجایی؟ باهاش گفتم خب نه باید بعضی جمع کاسه کوزت رو، یا اون تر دوی اسرائیل ترس من بازید دادن، بدبختت کردن، خودتم عمل مشتبه شد. در مورد حساب بانکی دوستان برای من آقای پاشه لطفی شما حساب بانکی برسنن، دوتا برسنن، ولی بررسی کردم دیدم در خیلی از کشورها کار نمیکنه، در از بعضی کشورها کار نمی کنه، خیلی بالاست، به شو اعلام کردم این جواب نمیده و دنبال حساب دیگه هستن، حساب باشه که به قول معروف بشه باش کار کرد، بشه خدمتی کرد به مردم، نه اینکه مردم فرار بکنه. من یه روز به شاگرد حوالی رو زیاد داشتم، خلبان همه چیز داشتم حوالی رو، یه روز دیدم شهردار حوالی رو شاگرده من بود، اسمش یاد رفت بازه، خیلی پسر نازی بود. دم ناراحته بودم چی شده؟ گوهر محمد دیشب این مسئول تحسیصات من عوض شده، یه پسر جوانی گذاشتند و این دیشب فشار برده بالا، 90 تا رادیاتورهای شهر توی جایی که خونهای مسکونی اینا هست ترکیده، تو سرمای زمستون کرمان، خشک سرمای کرمان. گفتم مگه میشه؟ گفت شده بود، تازه اومده، های زنگ زنگ آقا سرده، به وجه درجه گرفت داره بالا، درجه فشار بوده بالا، حالا ترکیده. گفتم بریم ببینیم، تعجب کرد، گفتم بریم ببینیم. رفتم اونجا، دارم سرمای محشره، همونجا بود لباس کار واسه من بیارید، من اینجا میمونم تا اینا رو آقا شما بودم آرمان میکنم تو شهرداری اداره پدیگم بیا کارت نباشه. بلا فاصله گفتم فشار چنده؟ گفت مثلا برپرند 8.
من مثلا دو سه پمپ خریدم تا 12 درجه فشار، سیم جوش خریدم، دستگاه هوا باز خریدم و و و و همونجا توی اتاق تحصیلات بساط کردیم. 6-7 تا جوشکار خوب از مرکز آوردم، 3-4 تا خود بچه اونجا آوردم، 10-12 نفر دارو گفتم رادیو رو باز کنید بیارید. چند تا بالا گفتم رادیو رو باز کنید می آوردن و گفتم حساب بلاک بلاک بیارید. بلاک 10-12 طبقه بود، بلوک بلوک بیارید و آوردن. و اولین کاری که میکردیم دستش قرار میدیم کجا سوراخه و بعد که چیز میکردیم همونجا خود همش بودم، شبارت همونجا بوده باسته همونجا دیم کار هیچ کس خودم نیست. هر کس خود آمده زمستان هم بزن بچه مردم بچه کوچی و سرمای زمستان که ادوان شده برش خواسته شروع کردیم. همون 26 هم کار میکرده، 3 بچه کار میکردن، من هم همراهشون بودم تا جایی که مثلا 2 ساعتی میخوابیدم از بارش با همراهشون بودم. سوراخو پیدا میکردن، اشکالی میکردن، تحت فشار با پمپ قرار میدادن، 1 ساعت میموند بعد دوباره باز میکردن و سمتان برید ببندیم بیایید. همه مقادس مشخص بودن. من حدود 1 ماه اونجا وایستادم. بعد بچه ها گفتن کلاس درس، گفتم این واجب داره کلاس درسه، ما درس به اینجا برسیم. حالا این مشکله، این هر کس مالی کار بیان 3-4 ماه در انجام نمیتونه بده. وقتی اصلا یک کار بیان انجام بده باید انجام بده دیگه. تو شاهکار که بودن نکردن، وظیفه من انسانی بود نسازه همراه کنم. توجه کردید؟ اینه که انسان به جاش وارد بشه، به جاش اقدام بکنه، به جاش کار مفید بده بیرون و دنبال نباشه که من پرستیژم اینه، من کلاس دیدم، من یه چیز هستم از یخانه یخانه نیست. یه سری دوستان بودن آقا محمدی کفاله سیاسی فلان اینا، شما شیفته غربید، شیفته دشمن ملت ایران هستید و شما دشمن ملت ایران هستید. شما هنوز به غرب اعتقاد و اعتماد دارید. من براش نوشتم از کانالم مؤدبانه برید بیرون و اینا بلاک میکنم. تو شیفته ای، تو شیفته نفهم اونا پخی هستن. دلیل 42 سال یک قدم برشون، یک قدم مصاحبه شما ورشه باشن در کشور. نه آقا لازمه، چی لازمه چی نمیخواد قبول کنید باعث بدبختی و فلاکت همه چیز ما اینا هست. غربی احمق هستن، بی شرف هستن. کفالت اینو قبول که بکنه کی هست؟ چه گوی خوردن تا حالا حقوق بشر چه کار کرد؟ هیچ کس هیچ کاری نکرد. راست میگم اولی کار با سفارت تحریم رو جمع کنن بیارن، دوم پرواز نامه بکنن، سوم تحریم ها رو کنن، بله تحریم تحریم هر چی تحریم کردن، هر چی کردن به ضرر ملت بوده، نه به ضرر مردم. من اونایی 2-3 ضرر من زندگی میشه کنن. دشمن ما هستن، شما شیفتی دشمن ما هستی، برو زندگی چه بکن. این تحریر از سر بریز بیرون. محمدی هم بچه نیست، علم غیب داره، میفهمی تو علی کرد میدونی یا میفهمی از روزی نمیفهمی، در اصلا رز مربوط هستی، برو پی کارت. 30-40 از من نوشتن هستی 40 نفر آه قرد نیازه، چه نیازی هست؟ اونا به ما نیازمندن، ما به دنیا خود رو تحمیل کردیم، تحمیل واقعی، تحمیل خوب. پس علم غیب اینه، یه خود دقت میخواد، یه خود دقت میخواد. هر کسی راه بی راه رفت، نون حرام خورد، پول دزدی خورد، این آدم همه رقم برای جامعه مضره، چون کسافت خورده، کسافت هم خروجیشه. نمیگم اوتپوت که واسه آقا اوتپوت ایسا اوتپوت چه هم بودی کاسو جان مادرت ملاقاتی بزاسه امت مصیبت به درست من نیست. خیلی متاسم برای خیلی داتون. خب چیزی باز علم قیبت میگفتم گفتم بله. همه این کانال هم زرن CNN, BBC, کوف زرما کفالت جمع کنین کاسه کزتون، شما دماغ خودت باید بکشی. بیان وقت میخوام بکشم ملت ایران راش پیدا کرده. آقا حساب بانکی رو باید جمع کاسه کزتون، حساب بانکی ما چیکار کنیم؟ کارتون رو بکنیم، بخوام برگر عقب دوباره نمیفهمند، میفهمند میذارن، شما نمیفهمید پخش میکنید. یه خورده فکر کنید، یه خورده چیز عوض نمیشه، هیچ چی عوض نمیشه، اون شربندیش از شما میمونه. نه نه آقای حمید فرانشاد خلاصه آرش دواسه ما اپوزیسیون تو گوه خوردی با جد آباده، نه که تو امثال تو هیچ فرق نمی کنه. تو آمدی گفتی پسرم توی آمریکا زیده 80 میلیون فاتحه فلان چی داشت، وقتی تو میخوای بیا الان چی راه به جایی. خب من 20 دقیقه شد خوشحالم در خیلی باتون زنکیلی بزنم،
شاید شب ندارم، شاید بزنم اصیب حالم داره. پس علم غیب رو یاد گرفتیم، علم غیب خود دقت، یه خورده کنکاش، چه علم غیب. ایام بکنم، روزتون خوش.